به نام خدا دوستان عزیز سلام من سعید هستم از کانال هلو تک مارکت و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم ما توی این ویدیو قصد داریم یک مصرف کننده رو که جریان بالایی میکشه و با ولتاژ دیسی کار میکنه توسط ترانزیستور راه اندازی کنیم حالا میخوایم با هم بررسی کنیم که ببینیم چه ترانزیستوری مناسب این کار هست که هم به خوبی جواب بده و آسیب نبینه و گرمای زیادی هم تولید نکنه اولین نکته ای که با دقت کنید این هستش که مصرف کننده شما چه جریانی رو میکشه ما اینجا دو تا لامپ رشته ای داریم یکیش 20 وات هست و یکیش 55 وات و هر دوتاشون هم با برق 12 ولت دیسی کار میکنن در نتیجه این لامپ کوچیکتر حدود و 1.6 آمپر و این لامپ پروژکتور خود رو که 55 واتی هست حدود نیم آمپر رو میکشه خب ما اینجا هم یک ترانزیستور بی داریم و هم یک ترانزیستور ماسفت ترانزیستور بی ما از نوع NPN و مدل تی آی پی 41 سی هست که حدود 6 آمپر رو میتونه از کلکتور خودش عبور بده و مدل ماسفتمون هم IRF 3205 هست که میتونه 105 آمپر رو در واقع تحمل بکنه و حالا ما میخوایم آزمایش کنیم ببینیم کدوم یکی از این قطعات مناسب این مدار هستن و حالا این ماسفت و این ترانزیستور بی جی تی در واقع چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با هم دیگه دارن خب هر دوی این ترانزیستورها پایه تحریکشون که حالا برای ترانزیستور NPN بیس هست و برای ماسفت ما گیت سمت چپ هستن در نتیجه من اومدم از یک مدار مولتی ویبراتور آستاب که با 555 ساخته شده یک سیگنال رو وارد پایه های تحریکشون کردم ولی سر راهشون هم از یک پتانسیومت استفاده کردم و هم یک مقاومت 20 اوم البته این مقاومت 20 اومی که آجری هست و واتش خیلی بالا هست نیاز نیست حتما انقدر واتش بالا باشه چون من مقاومت وات پایین تر نداشتم از این مقاومت. مقاومت استفاده کردم حالا چرا این مقاومت رو سر راه قرار دادم به خاطر اینکه وقتی من این پتانسیومتر رو کم و زیاد میکنم یه محدودیتی برای این مسیر به وجود آوردم و یه همیشه یه 20 اهم ثابت توی مسیر هستش و با این پتانسیومتر 5 کیلو میتونم در واقع اهم این مسیر رو کاهش یا افزایش بدم و روی ولتاژی که داره وارد پایه های تحریک میشه اثر بذاره خب برای ترانزیستور بی جی تی ما کلکتور وسط و امیتر سمت راست است و دقیقا ماسفت ما هم درینش پایه وسط و سورسش پایه سمت راست هست که دقیقا میتونیم این تا ترانزیستورها رو جای همدیگه قرار بدیم و ازشون استفاده بکنیم خب ولتاژ مستقیما وارد مصرف کننده شده و از سمت دیگه وارد کلکتور و از امیتر هم به زمین رسیده در نتیجه اگر پایه یه بیس این ترانزیستور تحریک بشه کلکتور به امیتر سویچ میکنه و جریان از مصرف کننده عبور میکنه و مصرف کننده روشن میشه خب حالا مدار رو به برق وصل میکنیم تا ببینیم طرز کارش به چه شکل هستش من منبع تغذیه رو متصل میکنم و ولتاژ رو میدم به مدار خب همونطور که میبینید مولتی ویبراتور من شروع کرد به پالس دادن و این پالس باعث تحریک ترانزیستور میشه و مصرف کننده من هم شروع میکنه به کار کردن حالا من با این پتانسیومتری که اینجا هستش اومدم کمی جریان بیس امیتر رو کنترل کردم و باعث شده که نور این مصرف کننده هم در واقع کنترل بشه یعنی از طریق جریان کلکتور نورش هم کنترل بشه حالا اگر من بیام کمی این پتانسیومتر رو کاهش بدم رفته رفته نور این لامپ هم زیاد میشه و حتی میتونم تا آخر نور رو بالا ببرم خب حالا همونطور که میبینید در واقع این ترانزیستور داره به خوبی این لامپ 20 وات رو روشن میکنه اما نکته ای که وجود داره به شدت هم داغ شده یعنی نمیشه بهش دست زد حالا با یک دماسنج که روی مولتی هم هست میخوام دمای روی این ترانزیستور رو به شما نشون بدم که همونطور که میبینید دما تا نزدیک 80 درجه سانتیگراد رسیده حالا کمی میخوام فرکانس رو بالا ببرم و ببینم که مدار من به چه شکلی عمل میکنه آیا باز هم به درستی عمل میکنه یا نه خب یک مقدار فرکانس رو بالاتر میبرم و تا اینجا که داره خوب کار میکنه حالا یه مقدار ببریم بالاتر تا اینجا که تقریبا دیگه میشه گفت نور ثابت شده خب یک بار دیگه دما رو اندازه گیری کنیم و دما هم قابل قبوله و توی محدوده هستش که به ترانزیستور ما آسیب نمیرسه ولی حتما نیاز به هیتسینگ یا همون گرماگیر داره حالا میخوایم لامپ رو تعویض کنیم و یک مصرف کننده آمپر بالاتر توی مدار قرار بدیم و ببینیم که این ترانزیستور باز هم به خوبی کار میکنه یا خیر میبینید که مولتی ویبراتور شروع کرد به کار کردن ولی ترانزیستور نتونست مصرف کننده رو روشن کنه حالا یک بارم دماش رو اندازی گیری کنیم و میبینید دما به شدت بالا رفته و هر لحظه ممکنه که ترانزیستور ما آسیب ببینه و از بین بره پس میبینید که اصلا این ترانزیستور مناسب روشن کردن این لامپ 55 واتی نیست. نکته ای که باید رعایت بکنیم این هستش که همیشه قبل از طراحی مدارمون ابتدا بیایم ببینیم که چه ترانزیستوری رو مناسب با مصرف کنندمون انتخاب بکنیم و حالا میخوایم به جای این ترانزیستور از این ماسفت استفاده کنیم که تا 105 آمپر رو میتونه تحمل بکنه و حالا میخوایم ببینیم چه تفاوتی با BJT داره. خب من این ماسفت رو به جای اون ترانزیستور قبلی قرار دادم حتی هیت سینک هم نداره و حالا میخوام ببینم که با این لامپ 55 واتی مدار من به چه شکلی عمل میکنه من به تغذیه رو متصل میکنم و میبینید که به راحتی لامپ 55 واتی داره کار میکنه و حتی میتونم فرکانس رو هم بالاتر ببرم و انقدر فرکانس بالا رفت که پیوسته شده حالا میخوام دمای ماسفت رو هم برای شما اندازه کنم خب میبینید که ماسفت حدود 50 درجه سانتیگراد دما داره و حتی هیتسینگ هم بهش متصل نیست و با این که آمپر بالایی داره ازش عبور میکنه ولی به هیچ عنوان گرم نشده و حالا اگه هیتسینگ همش وصل کنیم که خیلی تاثیر بیشتری هم روش خواهد داشت خب شما تو آزمایش قبلی دیدید که ما تونستیم با کنترل جریان بیس امیتر جریان کلکتور رو در واقع کنترل کنیم و نور لامپ رو کاهش بدیم حالا میخوایم ببینیم که آیا با تغییر این پتانسیومتر میتونیم روی این ماسفت هم اثر بذاریم و نور این لامپ رو هم کاهش بدیم یا نه حالا من یک بار پتانسیومتر رو تغییر میدم و میبینید که هیچ تأثیری توی نور لامپ نداره خب حالا برای اینکه ببینیم چه میتونیم جریان درین رو هم روی ماسفت کنترل کنیم اومدم مدار رو تغییر دادم ولتاژ رو مستقیما رسوندم به پایه گیت و توسط یه پتانسیومتر گیت رو به زمین رسوندم و وقتی که من این پتانسیومتر رو تغییر میدم سطح ولتاژی که به پایه گیت میرسه تغییر میکنه در نتیجه تاثیر میذاره روی جریان درین ما میخوایم این رو هم توی این آزمایش ببینیم خب پس ولتاژ رو به مدار میدم و حالا میبینید که مدار داره کار میکنه من میام با پتانسیومتر کمی ولتاژ گیت رو کاهش میدم و هر چقدر من این پتانسیومتر رو بیشتر کنم ولتاژ گیت اگر به زمین برسه میبینید که جریان درین کاهش پیدا میکنه حالا میخوایم ببینیم که این آزمایش برای ما چه نتیجه داشت اولین نتیجه این هستش که زمانی که شما یک باری رو انتخاب میکنید و قرار هست اون مصرف کننده رو توسط یک ترانزیستور رو اندازی کنید باید اندازه ی جریان عبوری از مصرف کننده رو بدونید و یک ترانزیستور مناسب برای این کار انتخاب کنید برای انتخاب کردن ترانزیستور مناسب کافی هستش که شما یه سرچ ساده بزنید اگه شماره فنی خاصی مد نظر نبود میتونید با سرچ کردن اون اطلاعات رو به دست بیارید مثلا سرچ کنید ترانزیستور NPN 5 آمپر یا ترانزیستور NPN 10 آمپر اطلاعاتی به شما داده میشه و شما میتونید با مطالعه کردن این اطلاعات ترانزیستور مناسب کارتون رو انتخاب بکنید نکته بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که ما میتونیم روی ترانزیستورهای BJT با کنترل جریان بیس امیتر جریان عبوری از کلکتور رو کنترل کنیم اما چون ماسفت ها در واقع توسط ولتاژ جریان درین به سورسشون کنترل میشه اینجا این پتانسیومت هیچ تأثیری نداشت ترانزیستورهای بی جی تی نسبت به ترانزیستورهای ماسفت روی تخلیه بارهای الکتروستاتیک حساس نیستن در نتیجه شما وقتی که دارید از ماسفت استفاده میکنید و بارتون القایی هست حتما باید از مدار اسنابر یا دیودهای هرزگرد برای یه همچین مداراتی یا اگر الکتروموتور دارید استفاده بکنید تا موقعی که ماسفت خاموش میشه این تخلیه الکتروستاتیکی روی نیمه شما اثر نذاره خب حالا استفاده از ماسفت یه مزیت دیگه ای هم نسبت به ترانزیستورهای بی جی تی داره اونم اینه که بهره ترانزیستورهای بی جی تی تو جریانهای بالا ممکنه ناپایدار باشه اما ماسفت نسبت به این موضوع خیلی پایدارتره و خیلی بهتر عمل میکنه و آخرین نکته هم که حالا میخوایم اینجا بهش اشاره کنیم این هستش که سرعت سویچینگ توی ماسفت ها نسبت به بی جی ها خیلی بیشتره در نتیجه قطعات مناسبتری هستند برای استفاده در منابع تغذیه سویچینگ که با فرکانس های خیلی بالا قرار هست عمل سویچینگ رو انجام بدن خب امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه مرسی از لایک ها و کامنت های کنندتون اگر عضو به کانال نیستید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد ممنونم که ما رو تماشا میکنید برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ بسپارم بزرگ خدا نگهدار